چطورین بچه ها؟ امروز میخوام بهتون نشون بدم چجوری میتونین توی آلمان با کمترین پول بهترین ماشینا رو سوار شین. توی کشور آلمان پر از ماشینای کرایه‌ایه که با یه کارت باز میشن، کارتای مخصوصی دارن. بعد برین توی اون شرکته یا تو سایت اینترنتیش ثبت نام کنین تا اون کارتا رو بهتون بدن. میتونین با اون کارتا هر موقعی که خواستین ماشینو کرایه کنین. بعد برنامه‌های مخصوص گوشی هم هست، دیگه نیاز به کارت ندارین. میتونین با همون برنامه مثلا در ماشینو باز کنین، هر کاری که خواستین انجام بدیم. میریم جلوتر یه ماشینو پیدا میکنیم و براتون فیلم میگیریم و تستش میکنیم. همین الان اومد بپیچه شانس آوردی پلیس نیومد. دور مملو بود، پلیس رو که دیدم اولش دادم چپ، پلیس رو دیدم دوباره دادم راست. خب دیگه رسیدیم داشم این پوست چه ماشینی میخوای بگیری؟ بعد سورپرایز بشی. من چرا باید بهت بگم؟ ولی ماشین مورد علاقته. بمبه؟ ریدم. به چی میخوای بگیری؟ بمبه 740 ای مدل 2021. خب من نمیدونم چه مدلیه ولی بمبه دوست دارم. الان هوا چطوریه؟ گرم یا سرد؟ گرم. خب ماشین گرفتم به این هوا بیاد. نمیفهمم. اشما ببین محدوده دارم. تو این محدوده که هستی میشه ماشین گذاشت، ولی خارج از این محدوده نمیشه. الان ما مرکز برلین نیستیم. توی مرکز برلین ببین چقدر اینم لیستاشه. من اینو الان رزرو کردم. بی ام و معمولی هست، مینی کوپر. برای 12 میگه تا 12 دقیقه دیگه رزرو. بی ام و ایکس 1 هست. این مدل بی ام و 18 150 اسب بخار داره، یعنی اندازه همین ماشین خودم. سرعت آخرش هم 205 کیلومتره. 0 تا 100 هم توی 8 ثانیه میره. 100 تا. الان میریم سوار میشیم بنزین داره؟ آره 96 درصد تانکر. ماشین بده. این ماشینه 218 ای ولی سوارش خیلی خوبه. فقط چند تا نکات منفی داره. بغضش باز میشه. چجوری میتونی الان درشو باز کنی؟ ببین هم کارت میخوره. بعد الان این علامت اومده، یعنی من رزرو کردم. هم میتونم با کارت باز کنم هم با برنامه. این ماشین است. میتونم الان باز کنم. الان میذارم روی ریتن، یعنی کرایه کردن. خب یه دونه پین الان وارد کردم. میگم چرا سفید گرفتی؟ اوه پشمام باز شد. اوه. اوه. اینجا هم میتونی بزنی نگاه. یکی از بدیاش اینه که صندوق عقبش خیلی کوچیکه، یعنی اگه یه چیزی دیگه بخواین بذاری من تو جا میشم. من جا نمیشم. چرا جا تو جا میشی؟ من نمیشم. من چرا جا میشی؟ برو جا رو در بیار. جا میشی. من کوچیکه همین قدر. اینو بگی خیلی عالیه. بی ام و کیلومتر جدیداش خوب. البته کیلومتر جدید که نیست، ولی کیلومتر مثلا مدل 2016-17 اینجوریه. یعنی الان مدل جدیدتر کیلومتر جدیدتر هم دارن. همش LED عقربه نداره. تو هر خیابونی که هستی سرعت مجاز اون خیابون رو بهت میگه. مثلا میگه تو این خیابون سرعت مجازت 30 تاست. این آپشن فقط توی اروپا هست، توی آمریکا نمیدونم هست یا نه، ولی خارج از اروپا باشی فکر نکنم این آپشن رو داشته باشی. اینم از توشه. و اینکه یکم تنگه دیگه اینجا، مثلا پاهم اذیت میشه. درست ولی باحاله. بریم. مرسی از اسپانسر این برنامه، شرکت میاو میاو. میاو من تو هر ماشینی میشینم. واسه چی باید کمربند؟ میگه مشغول خوردن هستی، کمربندم نبستی. محل به این تمیزی داری آشغال میریزی. سه تا جریمه براتون نوشتم. کاش کی دو چرخمو نگه میداشتم. آها چندش. بعدیا این ماشین اینه که عقب که میشینی خیلی جا کم داره. مخصوصا اینجا اصلا جاپا نیست. ولی در اصل ماشین خوبیه. ماشین مثلا میشه گفت دو نفره است. باحاله. جلوش هم خیلی قشنگه. نه تو باز این جزه کنید بود که بهش گفتم کلت رو اینجا فیلم بگیر، بعد یه دوربین بیار باره از من بگی. خواستم بوخ بزنم بعد نترسید. داره میشاشه، داره میشاشه. یکی از خوبی های ماشین کروک اینه که هر چقدر به چوسی هیچکی نمیفهمه. الان چوسی دی؟ یعنی من که از این کارا نمیکنم. آره کی من؟ نه آهنگ گوش کن. هر کسی با ماشین تصادف کنه بیمه داره ماشین. آره. من الان بیمه هم. هر اتفاقی بیفته بیمه میده. شرکت ها خیلی خفن باشه. طرف توی برلین نزدیک به 10,000 تا ماشین اینجوری داره. کیفیت بلندگوهاش هم خوبه. میبینی آرمن کاردون یکی از بهترین شرکت های اسپیکر و اینجور چیز هست. من که سر در نمیارم، فقط میدونم اینجا بی ام اس ما سوار بی ام بریم. اگه ماشین دومت باشه اوکیه، ولی به عنوان ماشین اول به نظر من جالب نیست. ماشین چه بهت میاد؟ خواهش میکنم. قابل نداره. قابل داره. این استارت استوپ اوتوماتیک هم دارن. پامو از روی ترمز بردارم گوش کن.
خب قراره که بریم الان امیر رو سورپرایز کنیم، ولی فیلمشو میگیرم به احتمال زیاد قبل از این ویدیو میذارم، چون سورپرایز هزار تایی شدنمه و گفتم یه حالی بدیم به امیر. لای بینم برات داش امیر، داداش خودم داداش چوره به مولا ولت نمیکنم. بچا اینم ماشین همون شرکته است، مینی کوپره، اینم میتونم الان مثلا کرایه کنم، اینم سقفش، اینم بروت سقفش. یو گایز بعدشون اینه که شرم نیست بعد تو قارون بزنه دهنش سرویس میشه آشغال نمیخره. باجی اینو بگیریم، من خیلی اینو دوست دارم. بزر داشبورد رو نگاه، آرام گنگش بالاست، اینو نگاه. الان بعدین این ماشینا رو ببین، واو. مدلش یکم قدیمیه، فکر کنم 4-5 سال قدیمیه، من پارسال خواستم بگیرم ولی قسمت نشد. مثل سگ درو جالا فراری میگیری عزیزم. بریم این ماشین هم بگیریم، تست بزنیم، یه دوری با هم بزنیم توی شهر. خب اینم از ماشین رو من رزرو کردم، همه چی آماده است. بعد معمولا این شرکت اسمش درایو نو هست، اینجا مارک اون شرکت درایو نو میاد، ولی این ماشین متعلق به شرکت کار تو گو بوده. اینا دو تا شرکت بودن، درایو نو و کار تو گو. لوگوش اینجاست ببین، نگاه کار تو گو. بعد چی میشه شرکت کار تو گو درایو نو اینا میان دست به یکی میکنن، نمیدونم یا درایو نو سهمشو میفروشه یا کار تو گو. بعد این دو تا شرکت میشن یکی، رو همین حساب دیگه با همین یه دونه برنامه میتونید ماشین هر دو شرکت رو کرایه کنید. الان بخوام برای 2 ساعت بگیرم میشه 18 یورو، بابت هر کیلومتر 19 سنت ازم میگیره. نرمالا بخوایم کرایه کنیم بابت هر کیلومتر 31 سنت میگیره. بعد به نظرم اوکی خواستیم باز بیشترش میکنیم دیگه. الان باید کد بزنیم. کد بزنیم. یه کد میگه اونجا روی دیسپلیش زده، اینو بعد اینجا وارد کنم. 555. باز شد. بله. خوش اومدید به بن. آقا بن جان نگا کیلومتر رو برم. فرمونو برم. غلام این علم و صنعتت. جای چیزام داره میام. اولین چیزی که همراهتون میبرین ماشین میام میام اسپانسر مهرانه میام میام نمیره خیلی کلوفتش. بچه آقا سویچ ماشین رو کجا پیدا میکنید؟ توی داشبورد. اینجا جاسازی کردن سویچ رو به روش سیکرت تا مخفی سویچ میکنید میکنی تو؟ برو بریم آقا آرم مرسدس بنز و اینجا شما تماشا میکنید بنز. بعد یه چیزیش که بدم میاد اینه که دندش تو فرمونه، من خیلی بدم میاد از این موضوع. پنکه هاشو نگاه آجی، پنکه داره، ببینید تلویزیون داره، اصلا شما پشتتون هم میبینید. حالا میدونستی؟ برو یه بند خدایی کربند نزده. بعد به من میگه ما بچه پایینیم، بچه پایین کربند نمیبنده، بچه پایین شلوارشو ببنده بسته، بچه پایین منو جریمه میکنن کربند تو ببنده. بریم چند تا مخ بزنیم. آخرین مدل ماشینی که سوار شدن دوچرخه بوده. خیلی تنگه ماشین، از اینجا بگیر تنگه تنگ. آقا این ماشین هم اینجاش خیلی تنگه، اصلا پا باز نمیشه، باز میشه، اینجا باز میکنه. اینجاست ببین کیلومترش که قدیمیه، ولی خب مثلا ببین الان دنده عقبم، الان مثلا دنده نرمال اتوماتیکی میرم رو ان آزاد، بعد این دکمه رو که بزنم اینجا میره روی حالت پی، حالت دستی. آقا توش به نظر من هم کوچیکه، همین که الان مثلا این بطری اینجا جا شد خب، ولی اینجا نمیشه. بخاریش اتوماتیک نیست، یعنی کولرش اتوماتیک نیست، این آچم نیست، بعد کوچیک ناویش به نظرم. این فکر کنم مدلش 2016 یا 17 است، بیشتر بهش نمیاد. سانروف هم نداره، ماشینی که مثلا سانروف نداشته باشه خیلی حس بدی. ولی ببین چقدر ایربگ داره، بشمار 1 2 3 4 5 6 7 8. شما تصادف کنی هیچ چیت نمیشه دیگه، خفه میشی، ایربگ زیادی دیگه نفس نمیتونی، فقط بالون میزنه بیرون. بام 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 بالا نکنه کسی تصادف کنه. من دوست دارم ولی بار با اینا تصادف کنم. علیرضا بیا پایین. گرم شده بذار بشینم عقبش، ولی خوب جا داره به نظر من، یعنی مثلا نسبت به اون بی ام دبلیو خیلی بزرگتره. پاهامو نمیدونم چجوریه، نمیدونم میبینین یا نه، یه کوچولو تنگه ولی خب اوکیه. صندوق عقبش هم اوکیه، جا خوب داره. ماشین یه چیزی مثلا بین کلاس آس و کلاس جی، جی که میدونین جیپ بزرگه. رو همین حساب اوکیه جا داره. چه ماشینی جوری علی، ماشینو خریدیم، خریدیمش. نمی‌بینیم مارک اجاره‌ای نداره. مبارکه. گفتم زدم چون که بهم گفتی همچین ماشینی دوست داری. به تو هم مثل سگ درو. حد بزن چند؟ 40؟ نه. 50؟ نه. 30؟ چه می‌دونم. 18. باور؟ آره نه 18 تا فروش. پشما. ولی به نظرم یکم زنونه است. شما پیاده بیا آقا. این که نوشته کیو بابا. یه ساعت داریم دستش. بزنیم یه آدم بخوایم بدوزیم جا میشه توش. منم جا میشم. دو نفر راحت جا میشه. وای گرفت. من تو رو. اوکی اوکی. جانه میشه بودو برده. با میشم.
جانو میشه اینو بزنی به تلفنش که چن نمیفهمه که ولش میکنی وسط جاده میری میفهمن چرا میشه چی نمیفهمن از کجا میخوام بفهمم عکس بذاری وقتی ماشین هست عکس نمیذاری ولی ایرادی چیزی داشته باشه میفهمه شرکت نفر بعدی میاد توی اپ وارد میکنه مثلا میگه من این ماشینه قبل از اینکه سواشه میگه اینجاش مثلا ایراد داشت بعد اینا سنسور داره همه جا یه ضربه شدید بهش وارد چه هشدار میده به سنتر الان میخوایم تست 0 تا 100 این ماشینو ببینیم چه جوریه نه بدم نبوده قلبت تو شورتت نمیاد موتورش خیلی ضعیفه ولی بازم اوکی کار را انداز سر چراغ راهنما ولی نمیتونی کل کل کنی زایی میشه عزیز من فاز اینا رو درک نمیکنم تو این هوای سرد با دوچرخه من واقعا فاز اینا رو درک چه چپ چپ داش نگاه میکردی چرخ سوار حالا چون ازش فیلم گرفتم اینجا فیلم میگیری ازشون نمیدونم انگار مثلا یه چیزی فرو کردی توشون چه خبر خوب دارم داریم نزدیک میشیم به ماشین خودم ماشین مهران ناشش ادیتور اینجا یه فراری آودی یعنی چیزی بزنیم این کارتون هست میتونه باش بنزین بزنیم اون در میام میامش هم ببر اون رو بس دیگه او خسته شدیم دیگه Johannesburg way.